مهمان خانه یکایک شما بینندگان گرامی هستیم در روز سه‌شنبه سوم مهر ماه 24مین روز از ماه سپتامبر از دریچه تلویزیون پارس با برنامه بازشناسی باورها. مطابق روال سه‌شنبه ها امروز هم پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب نکاتی به عرض خواهیم کرد، البته با تحلیل وقایعی که شاید 1400 سال بعد از او همچنان در حال تکراره و در رژیم ولایی هم به شکل تمام و کمال ما اون رو مشاهده میکنیم. بنابراین در رژیم های ایدئولوژیک خیلی مهمه که اون ایدئولوژی مورد شناسایی قرار بگیره، چرا که در فهم پدیده هایی که امروز هم وجود داره میتونه به ما کمک کنه. 32مین برنامه است که ما به تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب میپردازیم. در مورد دوگانه سازی و در نتیجه آن چیزی که از این دوگانه سازی ایجاد میشه به جایی رسیدیم که بحث حذف نخبگان در درون جامعه، حذف احزاب، حذف قبایل که خواندیم در نوبت پیشین، قبایلی که در کوفه بودند و زمانی که علی ابن ابی طالب اونها رو با خودش موافق نمیبینه تهدید به مرگ میکنه، تهدید به تبعید میکنه. خب امروز که دیگه نظام قبایلی وجود نداره، شما در قالب گروه های مختلف اجتماعی یا احزاب میتونید این رو ببینید. یعنی یک رژیم ایدئولوژیکی که نگاهش دوگانه سازی است و بین ما و آنها یک حق و باطلی وجود داره، تحمل شنیدن یا ابراز وجود و نظر طرف مقابل رو نخواهد داشت. نتیجه خواهد حذف دیگر. نتیجه که از اون بیرون میاد سرکوب و ایجاد یک فضای رعب و وحشت. امروز سوم مهر ماست و یک واقعی در سال 1320 رخ داد که میخوایم نگاهی هم به اون بندازیم. اما نکته مقدماتی بحث من این است که در درون رژیم هایی که این دوگانه سازی رو انجام میدن، یک فضای رعب و وحشت، یک فضای پلیسی حاکم میشه. خب طبیعی جوامع اولیه نیروی پلیس ندارن، یعنی اگر برگردید به دوران حکومت علی ابن ابی طالب، این سازمانی که امروز تحت عنوان پلیس، حالا شهربانی، ژاندارمری یا خیلی چیزهای دیگر و در جمهوری اسلامی نیروی انتظامی وجود نداره. در اون زمان شرطه ها هستن، یه عده محدودی که کار نظم یک روستا، یک ده یا یک شهر رو به عهده میگرفت. برای همین دارالشرطه ها یا رؤسای شرطه وظیفه‌شون این بود که تجسس بکنن در زندگی مردم یا جامعه و در نتیجه گزارشاتی رو به هیئت حاکمه بدن، اگر تخلفی صورت میگیره افراد رو دستگیر بکنن و اونها رو به مجازات برسونن. در کنار این نکته، آنچه که اهمیت دارد این است که وقتی فضای دوگانه سازی در درون یک چنین سیستم هایی نهادی نمیشه، این نیروها از قبل حکومت و حاکم قدرت میگیرن و اساسا حاکم دست گشادهی به اونها میده. شما الان در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، در جایی که سپاه این همه توانسته امتیاز بگیره، نیرومند بشه، دلیلش اینه که استبداد حاکم به این نیروها نیازمنده. اینها هستند که این حکومت استبدادی رو نگه می‌دارن. اینها هستند که توان دارن شورش مردم، قیام مردم، جنبش‌های اجتماعی، نیروهای مخالف رو شناسایی بکنن، پرونده سازی بکنن و سرکوب کنن. به همین دلیل در رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری معمولاً نهادهای پلیسی، نهادهای امنیتی همیشه دست بالا رو دارن و همیشه هم از اونها تقدیر میشه، به اونها امتیاز داده میشه. عجیب نیست اگر نگاه بکنید در دوران علی ابن ابی طالب، اون چهره های شاخصی که بعدها شیعیان از اونها تجلیل کردن، جنگ سالارانن، یعنی کسانی که به جنگ، به خونریزی، به بستن فضا و به سرکوب جامعه کمک میکنن. مثلا شما نمونه مالک اشتر رو در نظر بگیرید، کارنامه مالک اشتر جز خونریزی چیز دیگه وجود نداره. ما در داستان عربد ابن ربیعه خواندیم، شخصی از بنی فزاره که زمانی که علی سخن از حمله به طرف شام کرد،
او این سیاست رو به نقد کشید. گفت و دیروز ما رو بردی در بصره، برادران مسلمانمون رو در بصره کشتیم، حالا میخوای ما رو برداری ببری به شام؟ بنابراین ما به تو لبیک نخواهیم گفت. بلافاصله مالک اشتر بلند شد گفت این خارجی کیست؟ یعنی جنگ سالارانی که اگر مخالفتی با سیاستهای جنگ طلبانه حاکم ببینن بلافاصله سعی میکنن اون رو سرکوب. چرا؟ چون ارتزاقشون، محبوبیتشون، توجهشون به مسئله جنگه. چرا در جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی تجلیل میشه؟ به دلیل اینکه او کسی است که امروز در منطقه کار جنگ رو به عهده داره. به عنوان نفوذ در منطقه هشت شعبی را میندازه، به حزب الله کمک میکنه، به حماس کمک میکنه، گروه فاطمیون و زینبیون را میندازه. به همین دلیل تجلیل میشه. و او الگویی میشه برای بقیه سرداران سپاه که اگر میخواید مورد توجه قرار بگیرید مثل حاج قاسم باشید. اگه سردار سپاهی بگه آقا این جنگ طلبی درست نیست، بلافاصله همون همقطاران و همکیشانش جلو خواهند ایستاد. چرا که محل توجه سپاه زمانی است که منطقه آشوب باشه، منطقه در حال جنگ باشه. همیشه یک توطئه ایجاد کنه که حماسی، حزب اللهی یه موشکی به جایی بزنه، از آن طرف هم کشور دیگری به خاطر مسائل امنیتی وارد نزاع بشه و اینها بتونن مورد توجه قرار بگیرن. وقتی فضا امنیتی میشه طبیعیه که شما به نیروهای سپاه بیشتر توجه دارید. پس حکومتی که بر اساس اون دوگانه سازی حق و باطل، حالا این حق و باطل در قالب ملی‌گرایی، دین‌گرایی، نژادگرایی یا هر چیز دیگری قرار بگیره، فضا رو امنیتی میکنه، فضا رو پلیسی میکنه، فضا رو نظامی میکنه. در چنین فضایی نظامیان قدرت خواهند داشت. بنابراین هیچ نظامی در درون رژیم‌های ایدئولوژیک از یک صلح استقبال نمیکنه. چون اگر صلح بشه بازار او کساده. بازار او رونق نداره، او دیگه مورد توجه نیست. اما وقتی اوضاع به سمت جنگ باشه اینها میتونن مورد توجه کنن. صبح تا شب در رسانه ها صحبت بکنن، فضا رو امنیتی بکنن، نیروهای دیگر رو تحت کنترل بگیرن و بعد به حکومت بگن بودجه ما رو بیشتر کن، امتیازات ما رو بیشتر کن، چون این ما هستیم که دوام رژیم تو رو تضمین کرد، بقای تو رو در درون فضای پرآشوب فعلی تضمین کرد. بنابراین رژیم هایی که بر اساس اون نیروی پلیسی قدرت میگیرن فضا رو هم پلیسی خواهند کرد. چرا این مطلب رو عرض کردم؟ در سال 1320 یک اتفاقی رخ میده که برای ما بسیار جالب دانستن کنیم و اون رو آیه مصطفی علمیتی در کتاب خودش یعنی ایران در عصر پهلوی در جلد دوم آورده که نکته جالبی داره و نقش پلیس که از زمان ایجاد دولت مدرن که از زمان رضاخان هست که تبدیل میشه به رضاشاه، فضا به نحوی میره که ما دیگه شاهد اون نیستیم که پلیس یک نیروی باشه در خدمت مردم، در خدمت امنیت مردم، بلکه اتفاقا تبدیل میشه به یک نیرویی که ضد گروه های اجتماعی کار میکنه. تا امروز هم ادامه پیدا کرد. یعنی اگر ما میخوایم بدونیم چرا امروز دختر ایرانی، پسر ایرانی وقتی یک نیروی انتظامی یک مأمور رو میبینه میترسه، اون رو از خودش نمیدونه، به دلیل اینکه این پلیس وظیفش با آن پلیسی که مثلا در جوامع مدرن هست خیلی متفاوته. این پلیس برای حفظ امنیت من و دیگران نیست، برای حفظ امنیت حکومت. به همین دلیل اگه دختری حجاب نداره تعرضی به احکام و قوانین و آن مطالبه ایدئولوژیک کرد. بس بریم بگیریمش. روب و وحشت ایجاد میکن. در گذشته در ایران اینطوری بود. یعنی اگه یه عروسی میخواستن بگیرن همین کمیتچی ها و نیروهای پلیس میآمدن دم خانه که شما این سر و صداها برای چیه؟
حتی یه مجلس شادی ساده مورد سوء ظن بود. به مرور زمان خب دیدید دیگه بر روی لباس و مسائل دیگر هم دست گذاشتن و امروز دیگه فضا به نحوی است که شما وقتی یک ماشین پلیس میبینید بلافاصله احساس میکنید که یک کاروانی، یک عرابی، یک کالسکه از جنایتکاران در حال عبور. فقط شانس بیاورید به شما کاری نداشته باشن. خب بخونیم ببینیم این آیه علموتی نکته جالبی رو میگه که مربوط میشه به سوم مهر ماه اما در سال 1320. یکی از کارهای مضحک دوره حکومت 20 ساله، منظورش 20 ساله رضا شاست، دریافت پروانه برای مسافرت از شهری به شهر دیگر در داخل ایران بود و مأمورین شهربانی به این طرز کنترل رفت و آمد همه مردم را در اختیار داشت. پس از شهریور 20 در تاریخ سوم مهر ماه 1320 اعلام گردید که از این پس مسافرت در داخل کشور بدون پروانه آزاد می باشد. در صفحه 182 و 183. یعنی شما اگر نگاه بکنید این فضا چیزی رو به ما نمیرسونه مگر اینکه شما با یک حکومت پلیسی روبرو هستید که رفت آمد شما باید ثبت بشه، زیر نظر قرار بگیره که شما برای چی دارید از اینجا میرید به شهر دیگری، خانه چه کسی میخوایی برید، چیکار میخوایی بکنید. معمولا در زمانهای کودتا علل خصوص این چیزها خیلی وجود داره، رفت آمدها کنترل میشه، جنبه های مختلف. اما مسئله بر سر اینه که این نظام و رژیم پلیسی برای چی ایجاد شده؟ آقای علموتی در همین جلد دوم نکات جالبی رو میاره که نقش مخرب شهربانی در دوران رضا شاست. یعنی جایی که من در نوبت پیشین اتفاقا همین رو خواندم که به واسطه همین رفتار نیروهای شهربانی بسیاری از افراد یا کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین شدن. فضا به نحوی شد که دیگه کسی امنیتی برای خودش متصور نه. به خاطر اینکه اساساً رژیم هایی که پایه‌شون بر قدرت نیروهای نظامی است، اونها در اون قدرت خواهند گرفت. به اونها بهای بیشتری داده خواهند شد. خب ببینیم چه میگه. تصرف املاک مردم به زور و عدم توجه به اصول پارلمانی و دموکراسی و تمرکز قوای مملکت در یک فرد و از بین بردن شخصیت‌هایی نظیر مدرس، فرخی، عشقی، ارانی از مخالفین و تیمورتاش و داور و نصرت الدوله و سردار اسعد و اسدی از پایه‌گذاران رژیم او، یعنی هم مخالفین هم موافقین، و خانه نشین ساختن یا بازداشت و تبعید شخصیت هایی چون مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، دکتر مصدق، قوام السلطنه، فروغی و امثالهم وضعی به وجود آورد که با وزیدن طوفان شهریور 20 پایه های سلطنت او در هم کوبیده شد. ضمن اینکه عرض کنم این آقای علموتی از دولت مردان رژیم گذشته است و کاملا این کتاب همدلانه نوشته شده، اما محققانه هم است. یعنی ضعف‌ها و قوت‌ها رو با هم آورد. برای اینکه نشان بدیم چرا وضعیت یک رژیمی به خطا به جاهای دیگر میره، نیاز به تعریف و تمجید نیست. برای اصلاح باید اون معایب رو برطرف کرد. مزایا که خب در جای خودش هست. اگر ما بارها بخوایم فقط از مزایای خودمون تعریف کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید. شما یک بار کودکی رو در نظر بگیرید، نوجوانی رو در نظر بگیرید، وقتی کارنامش رو میاره معدلش کمتر از دهه، یعنی مردود شده. اگر بخواید اصلاحش بکنید نباید نگاه کنید که ورزش شده 20، نقاشی شده 20، اوناش که جای خود. اما اگر ریاضی رو کم شده، علوم تجربی رو کم شده، شما باید برایش معلم بگیرید. این بخشایی که او ضعف داشته و سبب مردودی شده باید برطرف بشه. کسانی که شأن پژوهشی و محققانه ندارن میگن آقا شما به نمره نقاشیمون نگاه ببین بابا من ورزش شدم 20. بله با ورزش و نقاشی و انشا شدی 20، اشکالی نداره، اما
اگر مردود شدی به دلیل اینکه نمرات ریاضی و تجربی و فیزیک و شیمیت ضعیف بوده. تا این معایب رو میگی عزیزان شروع میکنن به اینکه تخت رو تخریب میکنه. نه، تخریب شده است. برای سازندگی داریم اینا رو میگیم. وگرنه پدری که هر کجا بشینه بگه بچه‌م نقاشیش 20 شده، اونش 20 شده، وقتی بگن خب پس چرا مردود شد، اون وقتی که پاسخی نداره بده. یک انسان توسعه یافته نگاه به ضعفش میکنه، وگرنه تعریف و تمجید که خب جای خودش. خب این نیروی پلیسی سبب شده دوست و دشمن توسط این نیرو حذف بشه، که در نوبت پیشین خواندیم که مکتب رجال، یعنی اون جایی که استعدادها پرورش پیدا میکنه، نیروهای سازنده اجتماعی ایجاد میشن، آرام آرام دیگه رغبتی نمیکنن، چون با خطر مواجه، از اظهار نظر میترسن. این جو وحشت حاصل یک سیستم پلیسی است که زندگی شما رو در نظر داره، تا دیگه در سطح مسائل کاری و شغلی و سیاسی. و اساس مملکت فرو ریخت و صفحات مطبوعات پر از حمله و انتقاد از رضا شاه و حکام دوره 20 ساله، به خصوص مأمورین املاک و شهربانی شد. یعنی همونهایی که رضا شاه به اونا پروبال داده بود، و البته خب بانیان و قدرتش هم بودن، نیروهای قذاب و شهربانی و این گروه ها که بعدا ژاندارمری و اینها ادغام شد در اون نیروها و ارتش ایجاد شد، اینا پایه های قدرت بود. جالب اینه که علی ابن ابی طالب هم به همین وضعیت دچار شد. یعنی همون جنگ سالارانی که خواندیم در گذشته او رو به قدرت رساندن، وضعیت کشور او رو، وضعیت مملکت او رو به جنگ دمادم بردن، تا اینکه در نهایت شما اون وضعیت رو میبینید. جمهوری اسلامی هم همین وضعیت رو داره. یعنی سپاهی که میگه من تو رو حفظ کردم در سال 88، سال 96، 98، همینطور سالهای بعد، امتیازات بیشتری میخوام. و حاکم مجبوره به این نیروی پلیسی بیشتر باج بده، و این نیروی پلیسی هم دائم فضا رو پلیسی تر میکنه، فضا رو به سمت جنگ طلبی میبره. و کار به جایی میرسه که ناگهان شما با یک حمله خارجی، با یک پدیده درونی، کودتا یا هر چیز دیگه ممکن مواجه بشه. در واقع اتکا به نظامیان در امر سیاسی، برای همینی که خیلی از کشورها نظامیان رو از امر سیاسی دور کرد، چون از عواقب خطرناک حضور نظامیان این است که شما دائما باید فضا رو به نحوی به اونها باج بدی، فراهم کنی که اونها میخوان، و اون فضا چیزی نیست جز جو وحشت، جز جو ترور، و در واقع مثل یک حیوانی است که در داخل چاه افتاده، هر چقدر میکنه و دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. جمهوری اسلامی شما نگاه کنید، هر روز بیشتر فرو میره. چرا؟ چون اختیارش رو امروز سپاه به عهده داره. در واقع سپاه امروز همه نظامه. اگر در گذشته سپاه یک گروهی بود که حالا از جنگ برگشته بود و نقش حداقلی داشت، امروز دیگه نقش حداکثری داره، در تمام شؤون مملکت جاپاشو صفر کرد. در زمان رضا شاه شهربانی اینجوری بود، در انتخابات دستکاری میکردن، در جاهای دیگه دخالت میکردن. در جمهوری اسلامی هم شما میبینید بسیج و سپاه، مهندسی انتخابات به گوته اینست، چون سازمان یافتگی هم دارن، سلسله مراتب هم دارن، یک نظم و انضباط هم دارن، و از هر گروه اجتماعی بیشتر ظرفیت و توانایی دخالت هدفمند رو دارن، و اثرات کارشون هم بسیار قدرتمندتره، چون هم زور دارن، هم دارای زر هستن، هم اسلحه دارن، هم پول دارن. چندی قبل در یکی از همین رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده بود، و آقای حسن روحانی بود مطرح میکرد که شما گروهی هایی دارید هم پول دارن، هم اسلحه دارن، همه چیز کشور رو در اختیار گرفتن، گروگان گرفتن به اصطلاح. امروز ایران گرفتار سپاهیانه. نه فقط ایران ما، کشور دیگه هم. شما در لبنان نگاه بکنید،
یک مملکتی که روزی آبادی بود، عروس خاورمیانه شناخته میشد، اما بیروت و امروز درگیر چه شده؟ یک گروهی با مشی تروریستی که دائم به دنبال جنگ طلبی. شما ببینید بر سر غزه چه هم. اینا برمیگرده به یک تفکر که هر لحظه به دنبال جنگی. حالا زورش هم نداره اما روش رو داره. و بعضی از این نظام های ایدئولوژیک اینطوری هست، زور نداشته باشی ولی به اندازش روش رو داری. دیدی در جمهوری اسلامی کاخ سفید رو میخوایم حسینیه بکنیم. در این طرف تو آب و برق مردم مانده. یه معدنی همین چند روز قبل به دلیل مشکلاتی 50 و اندی هموطن ما کشته شدن. شما به معیشت مردم برس، بعد برای کاخ سفید و کرملین و جاهای دیگه نقشه بکش. یعنی ما مردمی هستیم که تاوان همین شعارهای ایدئولوژیک رو داریم میدیم. 45 سال به شکل ویژه این مطالب برای درس گرفتن که اگر من سلیمانی روزی آمدم قدرت اتکام نیروی نظامیه، شما بدانید فردا اگر حکومت به دست من بیفته آزادی نخواهید داشت. به همین دلیل خیلی اهمیت داره که یک رهبر چه انقلابی باشه چه غیر انقلابی، پایگاش کجاست. اگه پایگاش نیروهای نظامی و سپاه و نمیدونم اینا، به اصطلاح اسلامی فاتحه اون نظام بعدی رو بخوان. اگه اتکاش مردم هن، نیروهای دموکراتیک هن، شما امیدوار باشید. چون نیروهای نظامی کسانی نیستن که به دنبال آزادی باشن. اونها یک دسته نخبه هن که هر نوع نخبه دیگری رو رد میکنن. وقتی قدرت بگیرن دیگه جا برای کسی نمیذاره. وقتی میل به مشارکت وجود داره، اونها به واسطه اون سازماندهی شدگی، اون زر و زوری که دستشون هست، تمام مملکت رو به یغما میبرن، گروگان میگیرن. امروز خیلی از آخوندها رو هم گروگان گرفتن. حالا برخی از آخوندها که خودشون سپاهی هستن هیچ، اما دیگه با اون ابتدای انقلاب فرق میکنه که یک رهبر کاریزماتیکی بود، یه فضایی بود که میشد یه تشری به اینها زد. امروز دیگه یه رهبری دارید که عملا آدم خود همین نیروهای نظامی است برای حکومت. طغیان افکار عمومی در آن شرایط چنان بود که با وجود استقرار سلطنت فرزندش محمد رضا، گروهی از دستیاران رضاشاه به پای میز محاکمه کشیده شده و محکومیت یافتند. یعنی فضا وقتی پلیسیه، اینا هیچ کدوم محاکمه نمیشه. اما وقتی اون محور یعنی اون رهبر یا اون شخص اول نباشه، شما میبینید که بلافاصله این افراد رو میارن و محاکمه هم میکنن. این عدم امنیت برای چی ایجاد شده که یک عده‌ای میتونن این کارها رو پیش ببرن؟ اما ببینیم از اثرات مخرب این فضای پلیسی. در دوران سلطنت رضاشاه سرنوشت انسانها به خصوص افراد صاحب مقام به موی بسته بود. هیچ کس از آنها از فردای خود خبری نداشتند. مثل الان جمهوری اسلامی، هاشمی میره تو استخر شنا بکنه دیگه بیرون نمیاد. ابراهیم رئیسی سوار هلیکوپتر میشه دیگه فرود نمیاد. مردم بیچاره سوار هواپیما میشن که بلندشن برن به کشور دیگری. متاسفانه میبینی چه میشه. طرف میره در زندان، طرف میبرن در کلانتری، دیگه بیرون نمیاد. هیچ کس در ایران امروز از فردای خودش خبر نداره. شانس بیاره فردا زنده است. دیگه بخت و اقبالی شده زندگی. در درون نظام های پلیسی اینطوریه. شما برید شوروی کمونیستی رو بخونید، برید سراغ آلمان نازی.
طرف در هر ساعتی از روز ممکن بود بیان و دستگیرش کنه، با یک پرونده سازی هایی که سازمان های خاص انجام میداد. مثلا استالینی سازمان داشت، آرکاویده، سازمان پلیس مخفیش، بعدها چکا و اینا هم بود. در آلمان نازی اون اس آ و اس اس و اینا چه کارشون چی بود؟ حفاظت از اون شخص و ایدولوژی. لحظه احساس میکردن که فلانی بر علیه رفیق استالینه، دیگه کاری نداشتن که حرفش درسته یا غلطه، چون در برابر رفیق استالین قرار گرفتی میان میبرن تمام خدماتت به کشور، همه نادیده است. در نظام های استبدادی مهم نیست شما 30 سال به مملکت خدمت کردی، مهم اینه که اگه من تشخیص دادم باید بری زندان. در 22 فروردین 1314، یک روز پس از پایان دوره تقنینیه، ناگهان علی دشتی، زین العابدین رهنما، تجدد، دبیر اعظم بهرامی توقیف شدند. روزنامه شفق سرخ متعلق به دشتی توقیف و روزنامه ایران متعلق به رهنما از او گرفته شد که به مجید مبقر واگذار گردید. بعدن رهنما و تجدد به عراق و دبیر اعظم به ملایر تبعید شدند. اینا همه خادمان رضا شاه بودن. در برآمدن او آقای تجدد و گروه او مهمترین نقش رو داشتن در به سلطنت رسیدن رضا شاه. شما به انقلاب 57 نگاه بکنید، خیلی از گروه ها در به قدرت رسیدن خمینی نقش داشت، اما وقتی او قدرتش تثبیت شد رفت به سراغ تک تک افراد و احزاب. بعدن رهنما و تجدد به عراق و دبیر اعظم به ملایر تبعید شدند، ولی دشتی به علت کسالت مدتها در بیمارستان نجمیه بستری و تحت نظر بود. سرانجام هم به آنها، یعنی به همین افرادی که دستگیر شدند، گفته نشد که چرا و به چه علت توقیف و تبعید شدند. یعنی پرونده شما در هیچ عدلیه رسیدگی نمیشه. تو آقا جرم چیه؟ برای چی گرفتیم؟ اما استبداد لحظه‌ای که احساس خطر بکنه جگرگوشه های خودش رو قربونی میکنه. شما سال 57 همین مسئله برای هویدا اتفاق افتاد، برای اون آقای همایون اتفاق افتاد، آقای ولیان، آقای نیکپی، نام کارگزاران رژیم بودن. ساواک آمد اسامی 600-700 نفر رو داد، حالا تعدادش مناقشه است، گفت اینا رو باید بگیریم زندانیش بکنیم. یه عده مخالفت کردن، گفتن آقا اینا از دولت مردان ما، اگر زندانیشون بکنید یعنی جامعه میفهمه که همه اینا فاسدن. اما حالا جالب اینه که اونایی که مشکل اصلی بودن هیچ کدوم دستگیر نشده. اما ساواک به عنوان یک نیرویی که همین کار شهربانی رو ما میخونیم ادامش، یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که میخواد اون شخص اول رو از این اتهامات به زعم خودش مبرا بکنه، میاد این دانه درشت ها یا کسانی که حالا به نظرش میتونه برای مردم نشان بده یک جنبه نمایشی رو، دستگیر میکنه میفرسته زندان. و بعدم دیدید وقتی آمدن بیرون اینا تو زندان بودن، رژیم هم گرفت نصیری و نمیدونم عبیدا و افرادی که دم دستش بودن اعدام کرد، یه دم که مثل آقای همایون و دیگران که در رفتن با اون وضعیت. و اتفاقا همون نیروهای انقلابی همینا رو بهانه کردن، گفتن خب شما اگه پاک دست بودید برای چی شاه شما رو انداخت زندان؟ در کارنامه عبیدا شما، حداقل من ندیدم، ممکنه اسناد افرادی باشه ادعایی داشته باشه، ولی من ندیدم او اهل فساد مالی باشه. جرمش فقط این بود که بله قربانگو بود، اما او رو انداختن زندان بدون محاکمه، بدون اینکه اصلا بگی جرمت چیه.
امروز هم در جمهوری اسلامی همین فضای پلیسی وقتی حاکم بشه، اداره پلیس برای شما پرونده میسازه. بدبختی اینه که عده‌ای از این ساواکی های سابق تقدیر اندازه میکنن، یعنی کسانی که دولت مردان گذشته رو تحویل جمهوری اسلامی دادن با اون طرحهایی که داشتند و مسائلی از این دست، امروز در جایگاهی نشستن که حق طلبانه نگاه میکنن، یعنی کسانی که باید پاسخ بدن که آقا چه اسنادی شما این افراد رو تحویل دادید بدون اینکه محاکمه ای باشه، دادگاهی باشه. سرانجام هم به آنها گفته نشد که چرا و به چه علت توقیف و تبعید شدند. همه این تغییرات بسته به گزارشات مأمورین شهربانی و روابط رئیس شهربانی وقت با صاحبان مقام بود. یعنی نیروی پلیس ابزاری میشه برای شخص دیکتاتور که شما برو پرونده بساز بر علیه این نخست وزیر، بر علیه اون وزیر، و بعد این پرونده ها رو بذار جلوی من. مگه بر علیه تیمورتاش چیکار کردن؟ همین پرونده سازی ها بود، اختلافاتی که رؤسای شهربانی داشتن با بعضی از این وزرا سبب میشد براشون پرونده بسازن. حالا نمونهش رو اشاره میکنه. صدرالاشراف می نویسد در سالهایی که من وزیر عدلیه بودم، محمد حسن آیروم رئیس کل شهربانی بود. در سال 1314 آیروم به عذر معالجه به فرنگ رفت. این آقای آیروم خیلی اهل فساد و این کارا بود. به رضا شاه گزارش دادن که آقا این آقا یه سری املاک که از مردم میگیره مصادره میکنه به نام شما و این داستان ها، یه سری پشت پرده خودش هم یه همچین کاری داره انجام میده در فساد و مسائل از این دست دخیل. به گوش این آقای آیروم رسید که نکنه حالا فردا اعلیحضرت منم بگیره به جرم حالا این رشوه هم که از مردم گرفتیم و این داستان ها محاکمه بشیم. الکی گفت من مریضم و گذاشت رفت. در دوران گذشته هم همین بود. آقای اویسی و اینها خیلی زودتر از مملکت رفتن. حتی خود این آقای پرویز ثابتی که رئیس اداره سوم ساواک بود چند ماه قبل از انقلاب سریع فرار کرد از مملکت. چرا؟ چون میدونن فضا به نحویه که همون بستری که ما ایجاد کردیم ممکنه یقه ما رو بگیره. در دستگاه استبدادی شما امنیت نداری. شما فکر نکنه امروز خوش خدمتی کردید به شما پاداش میدن و تا آخر محبوبی، نه. تمام خدمت میتونه با یک پرونده سازی کاذب تبدیل بشه به خیانت. شما در نظام هایی مثل شوروی کمونیستی نگاه بکنید، بزرگترین انقلابیون از سوی استالین و دار و دستش متهم شدن به خیانت، اعدامشون کردن، بدنامشون کردن در تاریخ. چون وقتی دستگاه دیوان سالاری، بوروکراسی، اون بخش تاریخ نگاری، اسناد عدلیه ها، قوه قضاییه ها دست هیئت حاکمه است، به راحتی شما میتونید افراد رو بدنام کنید. شما به امروز نگاه نکنید که یک فضایی ایجاد شده، شبکه های مختلف هستن که تا حدودی کسانی که مظلومن میتونن یه صدایی داشته باشن. اگر برگردید به 30 سال قبل، 40 سال قبل، در همین جمهوری اسلامی چه اندازه افراد رو بدنام کردن. غالبا هم انگ هایی مثل فساد جنسی و دیدی در نظام های ایدئولوژیک اینطوریه دیگه، یه ارزش هایی دارن، مخالفین خودشون رو تبدیل میکنن به ضد اون ارزش ها، میگن آقا مثلا فلانی بیدینه، ملحده. این آخوندها در انقلاب مشروطه هم این کارا رو میکرد، کسانی که مخالفشون بودن متهم میکردن به بابیگری، بهاییگری، ملحد، بیدین، کمونیست، هر چیزی که مخالف اون ارزش هاست. در جمهوری اسلامی شما اگر هر چیزی باشی متهم میشی به صهیونیست بودن، بهایی بودن، منافق بودن. به راحتی براتون پرونده میسازن، 4 تا عکسی و نمیدونم مسائلی هم جعل میکنن، به راحتی ارائه میکنن و
و چون مخاطبشون هم غالبا افراد سطح پایینن و با گوششون بیشتر باور میکنن نه با عقلشون، بلافاصله وقتی تصویر مثلا سلیمانی رو نگاه میکنن در کنار چند بسته دلار میگن آخ تمام شد. قدیما همینطوری بود دیگه، طرفو میگرفتن میگفتن آقا دیدی دلار همراش بود، تو چمدون گذاشتن آوردن به این آقا داد. یه نویسنده رو مثلا میکشتن، یه شیشه شراب میذاشتن کنارش، یه مشروب الکلی میذاشتن، میگفتن فاسد بود. دستگاه های استبدادی نیروی پلیسشون اینگونه کار میکنه. ما از پرونده سازی خوشحال میشیم چون به نفع ماست، اما فراموش میکنیم بعدا نوبت ما خواهد شد. هیچ چیز بدتر از این نیست که پلیس که مجری قانونه خودش تبدیل بشه به یک ضد قانون، پلیس که حافظ امنیت مردم و جامعه است تبدیل بشه به برهم زننده امنیت. پلیس خوب پلیسی نیست که در خدمت حاکم باشه، باید در خدمت مردم باشه. در نظام های دموکراتیک اون پلیس وقتی ببینه رئیس جمهوری، نخست وزیری یا شاه یا هر کسی خلاف کرده میاد دستبند میزنه میبردش. اما در نظام های استبدادی بعد کاملا برعکس، اگه کسی بره بگه آقا چرا این کارو کردی، او رو دستبند میزنه. شما در جمهوری اسلامی نگاه بکن، طرف میاد یک خبری میده که آقا فرزند فلانی مثلا در ترکیه این کارو کرد، یا دختری به نام مهسا امینی رو بردن کشتن، به جای اینکه ماموره رو بازخواست کنن خبررسان رو میگیرن به جرم تشویش اذهان عمومی. بعد ما که نشستیم کنار در داوری خودمون اون پلیس جنایتکار رو تشویق میکنیم، بگیم این حافظ امنیت ماست، دیگری رو که گرفته اون داشته تشویش اذهان عمومی میکنه. نه خیلی، سیستم های پلیسی در درون جوامعی که حالا به خصوص ما در این دوران داریم، چون در گذشته نبودیم، بحث دیوان سالاری ها و این کار تبدیل شده به اون ابزار سلطان. حالا پدیده سلطانیزم رو من در همین برنامه بازشناسی باور عرض کردم، پدیده ایست که ابزار مدرن در خدمت سلطان قرار میگیره. مثلا مجلس جایی که صدای مردم، صدای ملت، اما من دیکتاتور چون نمیتونم صدای مردم رو بشنوم، با دستسازی در انتخابات آدمای خودم رو بیارم. یه نهادی دارید ریاست جمهوری، خب که نمیخوام نماینده مردم رئیس جمهور بشه، بنابراین یه شورای نگهبانی میسازم که شما بیا گزینش بکن، من خیالم جمع شه این آقای پزشکیان آدم خوبیه، هیچ کاری به منم نداره، این بیاد. قانون اساسی و خیلی چیزهای دیگه، اینا پدیده سلطانیزم که شما از آنچه که در جهان مدرن وجود داره سوء استفاده میکنید. مثلا تفکیک قوا چرا ایجاد شده؟ برای اینکه یک توازنی ایجاد بشه که قدرت با قدرت محدود بشه. تعبیر مونتسکیوس البته سابقه داره در جمهوری روم و جای دیگه وجود داره که فقط قدرت میتونه قدرت رو محدود کنه. دولت قدرت داره؟ بله، اما من قوه مقننه میسازم که بتونه با تصویب قوانین جلوی قدرت دولت رو بگیره. مجلس قدرت داره؟ بله، اما من قوه قضاییه دارم که اگه تشخیص بده این قانون مغایر با قانون اساسی است بتونه اون رو لغو. یعنی قدرت قدرت رو محدود میکنه. اما در پدیده سلطانیزم داستان چیه؟ اینه که همه قدرت رو مال من، نخست وزیر رو من تعیین میکنم، نماینده مجلس رو من تعیین میکنم، عدلیه رو هم من میگم چه کار بکنه. نمونه واقعیش همین جمهوری اسلامی خودمون، شما پدیده سلطانیزم رو اونجا داری میبینی. نه مجلس مجلس واقعی است، نه رئیس جمهور رئیس جمهور مردمی است، نه قوه قضاییش قوه قضاییه که مردم اونجا دادخواهی بکنه.
اما انسانی که ذهنش خیلی سطحیه میگه خب ما مجلس داریم، رئیس جمهور داریم، قوه قضاییه داریم، قانون اساسی داریم. خب آقای صدور اشرف داره چه میگه؟ رکن‌الدین مختاری رئیس شهربانی شد بعد از رفتن آقای آیرون با اون همه فسادش که انجام داد. رؤسای شهربانی اقتدار زیادی داشتند و جنایات شهربانی در آن ایام قابل احصا نیست. یعنی نمیتونی بشمورید چقدر این شهربانی دست به این کارها زدید. اتفاقا اگر حاکمی واقعا خیرخواه مردم باشه، اول از همه باید به فکر جاهایی باشه که اگه کاری بکنن به او قابل انتصابه. مثلا شما فرض کنید بچه من خلافی میکنه، آیا من باید نسبت به بچه خودم حساستر باشم یا به بچه همسایه؟ طبیعی بچه خودم، چون اولا کارهایی که او انجام میده هرچند منتسب به اوست، اما یه بخشیش هم به اعتبار من لطمه میزنه که تو کجا کم کاری کردی، کجا نتونستی به درستی بچه رو تربیت کنی. اما ما تبدیل شدیم به پدری که به جای اینکه بچه خودمون رو که کارهاش بده توبیخ کنیم، دیگری رو توبیخ میکنیم، بچه همسایه. و تو فکر کنی پدر خوبی هستی؟ حاکمی میتونه کشور رو اداره کنه که اولا نگاه بکنه به همون نزدیکان خودش، اگه خلافی کردن به پای من داره نوشته میشه. این آقای دکتر داریوش همایون خیلی نکته جالبی گفت در کتاب دیروز و فردا، گفت هر یک گزارش فساد می اومد از نزدیکان دربار، به تنها کسانی که رسیدگی نمی شد همونا بودن. اگر دو نفر از اونها رو می آوردن یک محاکمه ای می کردن، اگه پاک دست بودن خب می فسادید بره، اگه نه رشوه ای گرفتن فسادی کردن زندانیشون می کردن. بعد دکتر شما اون وقت مردم باور میکردن که بله این کمیته ویژه که میخواد کاری رو انجام بده واقعا داره انجام میده. شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، فاسدترین ها آزاد میشن. این بابک زنجانی بهش گفتن که آقا پولا رو بردار بیار بده، بعدی که پول داد عفو رهبری شاملش، عجیب نیست؟ یه نفر به خاطر یه چک برگشتی یا به خاطر چیزهای دیگر، به خاطر دیه یا هر چیزی، سالها تو زندانه، اما یک مختلس بزرگ که پول همین ملت رو برده، پول مردم رو برده، هزاران فساد کرده آزاد میشه. شهرام جزایری آزاد میشه، اون یکی آزاد، هر کی جنایتکارتره آزاد. خب مردم اینو نمایشی میدونن، این قوه قضاییه رو نمایشی میدونن. دستور تیراندازی کی میده به مردم تو خیابان؟ افسر ارشد، حالا سرهنگ سپاس، سرتیپ سپاس، هر کسی. اون محاکمه نمیشه، اون سرباز وظیفه رو میارن به شکل نمایشی محاکمش میکنند و بعدم خب میفرستن بره. اگر قراره یه مملکتی داشته باشیم که روی نظم و انضباط باشه، اول باید از خودمون شروع بکنیم. پیشتر خواندیم رضا شاه رو که فقط 44,000 فقره سند املاک و روستاها رو به نام خودش زده بود. خب تو این دستگاه چطور شما به دنبال این هستید که عدالت رعایت بشه؟ نشده نیست، نمیشه. با تعریف و تمجید چیزی حل نمیشه. زمانی ما میتونیم بگیم خامنه‌ای قصدش مقابله است، دیدید یه زمانی طرحی گذاشته بودن، از کجا آورده ای؟ مردم تو ایران میخندیدن به این مسئله، از کجا آورده ای؟ تنها کسانی که پاسخگو نبودن همونایی بودن که از خیلی جاها آورده بودن، پسر اکبر هاشمی و نمیدونم دیگرانی که این همه در رشوه و فساد دست داشتن، هیچکی به اونا نمیگو از کجا آوردی. اما 4 تا کارمند رو بریم بگیریم بگیم تو از کجا آوردی؟ ما امام جمعه تهران، آقای صدیقی،
به همین یک سال اخیر شما دیدید پرونده فساد او آمد. امام جمعه است مثلا، باید عادل باشه، اما فاسده. آیا محاکمه شد؟ مثلا کسی آمد به او بگه که تویی که من تو رو منصوب کردم به امام جماعت، چون این امام جماعت تهران رو شخص خامنه ای منصوب میکنه زیر نظر مستقیم اوست، مرد خدا هم هست به اصطلاح، در پایتخت نماز میکنه، یه ده اون پشت به این آقا اقتدا میکنه. خب آیا پرسش کرد که آقا من تو رو منصوب کردم، این دزدی و سرقتت از کجاست؟ خلع لباس شو؟ نه نمیگه. اما اگه یه آخوندی آمد مثلا از این جنایت ها انتقاد کرد، دیدید آقای منتظری و دیگران شریعت مداری و منتظری و اینها، همچنین یه نیمچه اعتراضی کرد، حصر خانگیش کنید، آبروش رو ببرید، بدید در این جریان حرکت مردم. آقای مولوی عبدالحمید آمد به یه حرفایی زد، آقا جنایت نکنید، فساد نکنید. اسنادش بیرون آمد که خامنه‌ای بهش، به همین گروه های خودش، پلیس و نیروی انتظامی و امنیتی، گفت برید بیابروش بکنید. اما بیابروی واقعی اون آقای علم الهداست، اون آقای احمد خاتمیه، اون آقای صدیقیه، اما هیچ وقت اینا رو بیابرو نمی کنه. خب مردم چطور فکر کنن که شما داری مبارزه میکنی؟ زمانی فکر میکنن که شما داری مبارزه میکنی که اول از همه همین منصوبان خودتون رو یقشون رو بگیرید. این همه فساد تو صدا و سیما شده چون رئیس صدا و سیما رو شخص خامنه‌ای منصوب میکنه؟ نه، نری تغییر و تفحص نکنی. عرض کردم در گذشته یا کرباسی رو آورده بودن شهردار تهران، اختلاس کرد دیگه، دادگاه علنی بود، مردم هم از تلویزیون ها میدیدن، بعد فرستادنش زندان. یکم که شد اکبر نامه نوشت به آقای سید علی که شهردار پایتخت درست نیست تو زندان باشه، بفرستش بیرون. خب تو این جامعه عدالت معنی داره؟ اصلا قوه قضاییه معنی داره؟ عدلیه معنی داره؟ رویه هر رئیس شهربانی این بود که شاه را تحت تأثیر خود قرار داده و چون شاه هم می دانست دشمن زیادی دارد، برای حفظ خود و سیاست خود اقتدار زیادی به رؤسای شهربانی می داد. اقتدار آنها و تقربشان به شاه زیادتر از هر رئیس الوزرایی بود. یعنی هر نخست وزیری می ترسید که این دستگاه فردا برایش یه توطئه می چینن، یه اسنادی بیرون میارن که این آقا در سفر به شوروی رفته با اون آقا صحبت کرده، چیزی برای آقای تیمورتاش پیش آمد، این یکی با فلانی در ارتباطه. خب این دستگاه امنیتی این کارو میکنه. یکی از نقش های مخربی که در درون سازمان های امنیتی اینه، پرونده سازی برای دولت مرداست و در رژیم های استبدادی دولت مردان همیشه میترسن از این که نکنه بر علیه من پرونده سازی بود. و خب طبیعیه در نظام های استبدادی هر نخست وزیری، هر وزیری که اندکی استقلال داشته باشه به راحتی میشه برایش پرونده ساخت. در حقیقت وزرا تحت نظر رئیس شهربانی بودند. رئیس شهربانی هم برای اینکه اقتدار خود را زیادتر کند، هر چند وقت یک زمینه برای ترساندن شاه تهیه می کرد و پرونده می ساخت. گاهی شبنامه توزیع می کردند و در بدگویی به شاه و صبح به نظر شاه می رسانیدند تا شاه متوحش سازند. آن وقت بیچاره هایی را دستگیر و با شکنجه اقرار می گرفت. در صفحه 179. مقصودم چی از این حرف ها؟ یعنی یک سیستم پلیسی که ایجاد میشه و ما رو به یاد اون سخن آقای رسول جعفریان میندازه در مورد حکومت علی. یه بار دیگه پاراگراف رو بخونیم. فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت.
در واقع همون سیستم پلیسی که شما در کوفه میبینید که حاصل بها دادن به همین جنگ طلبانی مثل مالک اشتر و دیگرانه، بعدها در دوران رژیم‌های معاصر ما هم رخ داد، از آیروم و درگاهی و مختاری و اینا بگیرید تا الان که در جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای انتظامی یا رو رادان، نامش وحشتناک، این آقا رو آورده بودن که الان دیدید دیگه جدیدن رئیس نیروی انتظامیش کردن کارهای دیگه. چرا؟ چون قبلا خوب جنایت میکرد، خوب توجیه میکرد. بنابراین نظام های پلیسی وضعیتی رو ایجاد میکنن که در درون اون نظام حتی دولت مردان هم امنیت ندارن، چه برسه مردم ساده، دختران ساده مردم یا پسرانی که حالا میخوان به یک مسائل روزانه خودشون هم برسن. در این جامعه هست که روان انسان ها به شدت درگیر یک فضای رعب و وحشت میشه و اینها رژیم های تروری هستن که باید برای آینده اینها رو کنار بذاشن. خب سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهیم بود.